درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز در رابطه با شورش‌ها و اعتراضاتی که در تهران جست و گریخته جریان داشت و عده زیادی از مردم بر اثر وضعیت اقتصادی این روزها دیگر طاقتشون تاق شده. مردم جان به لب رسیده ایران دیگه طاقت و توانشون رو از دست دادند و شرایط جهنمی ایران که 40 سال بر مردم مظلوم تحمیل گشته است، در این روزهای کرونایی، بیپولی، گرانی، فقر، خودفروشی، دیگر مردم صبرشون رو به اتمام است و انقریبه که جمعیت فقیر و گرسنه ایران در سطح خیابانها سرازیر شوند و اون وقت که روز حساب و کتاب فرا خواهد رسید. اون روز دیر است برای کسانی که این ظلم‌ها رو در این 40 ساله به مردم نمودند. افراد ظالم رژیم به دام خواهند افتاد و عدالت واقعی که توسط دادگاه‌های مردمی تشکیل خواهد شد برقرار شده و همه جنایتکارهای ظالم و آدمکش رژیم خامنه‌ای جوابگو خواهند بود. همین امروز به گزارش آواتوده اعلام شده حمله جوانان معترض ایرانی با آخوند های حامی رژیم اسلامی. یکی از آخوندهای مدافع رژیم اسلامی توسط جوانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به گزارش آواتوده، کاظم مصطفوی، یکی از آخوندهای مسجد حسنی در محله حافظیه تهران نو، مورد ضرب و جرح جوانان در محله حافظیه قرار گرفت. این آخوند هم اکنون در بیمارستان فیروزگر بستری است و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. خشم و انزجار مردم ایران از مزدوران رژیم اسلامی موجب شده که جوانان در مواجهه با این مزدوران آتش به اختیار عمل کنند و این به اختیار عمل نمودن مردم همچون آتشی به جان و مال و ثروت غارتگران وطن فروش ایران خواهد افتاد و همه رو رهسپار دادگاه‌های مردمی خواهند نمود. این نمونه ای از خشم مردم ایران است که بر علیه آخوندهای ظالم و حاکم بر ایران انجام شده است. پس تا گرفتار خشم مردم و جوانان وطن نشده اید، به مردم ایران بپیوندید و همراه با مردم رژیم ظلم را به زیر بکشید. در خبر دیگر اعلام شده که مردم گرسنه ایران به دلیل نداشتن پول و حقوق و دستمزد، فشار خامنه ای بر بازنشستگان و کارگران ایرانی، تجمع اعتراضی کارکنان بازنشسته ایران ایر، هواپیمایی هما در اعتراض و عدم دریافت حقوق معوقه و عدم اجرای قانون همسانسازی بازنشستگان با کارکنان فعلی مقابل ساختمان هواپیمایی ایران ایر تجمع کردند و خواستار همسانی حقوقشون شدند. در روز دوشنبه 3 خرداد 1400 و دیگر اقشار ملت به این جمع پیوستند و همچنین کارگران و کارکنان شرکت نفت که اعتصاب سراسری ایران رو پوشش خواهند داد، با اعتصاب خودشون و تجمع کارکنان کفن پوش شرکت نفت در محل درب اصلی وزارت نفت در اعتراض به عدم افزایش حقوق و با وجود تورم 40% به تظاهرات و اعتراضات مردمی پیوستند و الان مدت هاست که اینها دنبال گرفتن حق و حقوق خودشون هستند و تظاهر کنندگان اعلام میکنند برای حماس پول و موشک میفرستید، ولی برای اساتید دانشگاه و کارکنان شرکت نفت و کارمندان شرکت نفت پول ندارید. اعتصاب سراسری اساتید دانشگاه آزاد هم به سایر اعتصاب کنندگان پیوستند. اعتراض به حقوق کم و اعمال بخشنامه های کذایی موسوم به الف و ب، اعتراض همزمان با شهرهای اهواز، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، اردبیل و تهران صورت گرفته است. به گزارش آواتوده نوشته افشاگری، اینترنت هدیه وزارت ارتباطات یک فریب است و از آن استفاده نکنید.
چون قرار هست که وزیر ارتباطات به مردم اعلام کرده که ما اینترنت مجانی بهتون هدیه میدیم و از این طریق میخوان با حقوق بازی مردم رو به دام بیاندازن. پس این اطلاعیه رو برای شما میخونم که در آواتودی اعلام شده. چند نکته بسیار قابل تأمل در خصوص اینترنت وزارت ارتباطات به مردم. لطفاً به همدیگر خبر دهید تا دیگران هم مطلع گردند. کسی ثبت نام نکنه. این کار با هدف کلاهبرداری سیاسی و کنترل امنیت نظام است. اول انتخابات، دوم افراد بالای 18 سال، سوم چرا باید ثبت نام کرد؟ اونم با کد ملی. مگر اپراتورها شماره‌های فعال رو ندارن؟ اپراتور دسترسی به اطلاعات مالکین سیم کارت رو نداره. چطور با یک کد همه چیز رو ارائه میدن اما الان نمیتونن؟ لطفاً تا میتونید به اقوام و خیشان و دوستان و آشنایان خودتون بفرمایید که به هیچ وجه ثبت نام نکنید. یک نکته هم یادتون باشه، این 7 گیگ برای افراد 18 سال به بالاست و جالب این که افراد 18 سال به بالا هم فقط میتوانند رای دهند. جالبتر این که این اینترنت بر اساس کد ملی تعلق میگیرد نه به سیم کارت های فعال، و یادمون باشه برای رای گیری کد ملی باید ثبت بشه. یعنی در اصل میخوان با این حقه ای که سوار میکنن جوانان برای گرفتن سیم کارت مجانی مقدار اینترنت مجانی اطلاعات اونها رو ثبت کنند و بعد با اسم و اسامی و تمام اطلاعاتی که دارند اعلام کنند که رای دادند و به جمهوری اسلامی رای دادند و قبلش هم اعلام میکنند که از طریق مثلا اینترنت میتونید رای بدید. اینها حقه هایی است که رژیم داره سوار میکنه تا بتونه انتخاباتی که داغ نیست و در آخر این ماه 28 خرداد قرار شده انجام بشه، چون مردم همه میخواهند رأی ندهند و این بار دیگه مردم حقه های اینها رو که 40 سال به اونها حقه زدند فهمیدند و رأی بی رأی، و در این شرایط میخواهند هر وسیله شده آبروی خودشون رو در سطح جهان حفظ کنند اما موفق نخواهند شد. پس دوستان عزیز این اطلاعیه رو پخش کنید تا دیگران هم بدانند. با شیر کردن این ویدیو دیگران هم میتوانند این حقه رژیم آخوندی رو نقشه بر آب کنند و همه بدانند که این یک دروغ است و حتی اگر یک اینترنت چند گیگاباتی هم به اونها بدند صرف نمی کنه که اونها باز سوار ملت بشند. به قول اون آخوندی که چند روز پیش پریروز بود میگفته بود که با اون یک زنی دعواش میشه، میگه 40 سال ما سوارتون شدیم، هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید. در فضای مجازی این حرفای این آخوند ظالم، این انگلهای اجتماع پخش شده و همه مردم و سایتها و فضای مجازی به این حرفای این آخوند کثیف اعتراض کردند. پس جواب نه به جمهوری اسلامی و نه به رأی، نه به انتخابات، از این حقوق ها اطلاع داشته باشید.